این که بخوایم از مشکلات و مسائل جامعه و شهرمون صحبت کنیم یه مقدار سخته، چرا که یه فرهنگ نیمچه استبدادی تو خانواده هامون هست. خب این کارو یه خورده سخت میکنه و وقتی هم که یکی بخواد شروع کنه به این کار، در مرحله اول با سرکوب خانواده‌اش روبرو میشه و بعدم با پوزخند دوستان و بستگان خودش. خب به تبع جامعه هم خیلی روی خوشی بهش نشون نمیده. اما خب اگر هدف درستی داشته باشید و در رشد و شکوفایی جامعه و شهرتون کوشش کنید، نباید از این تنها حراسی به دلتون پیدا کنه. حرفایی هم که بهت میزنن مشخصه، به تو ربطی نداره. تو چرا باید خودتو بندازی وسط؟ بیکاری، حالت خوب نیست، ولشون کن، حوصله داری؟ حالا اینکه چرا من به این فکر افتادم، عمده دلیلش میتونه اعتیادی باشه که در بین همسن و سالان خودم دیدم، بیکاری جوونا رو دیدم، افسردگی تعداد زیادی از بچه های شهرم رو دیدم، متاسفانه آوردوز و خودکشی هم تو بینشون بود. خب منم یکی از همین جوانای شهرم هم. اتفاقی که برای اونا افتاد میتونست برای منم بیفته و من هیچ وقت خودم رو جدا از اونا نمیبینم. منم تو خونه بزرگ شدم که همش حرف زمین بود، مالی که برادر از خواهرش خورد و بیشتری مباحثمونم راجع به قیمت سیمان و سنگ و آجر بود. اما خب با خوندن کتاب‌های متعدد علم و دانش خودم رو بردم بالا. خودم به جامعه شناسی، تاریخ و فلسفه علاقه بسیار زیادی دارم. خب یه کوچولو استعدادم در باب نویسندگی و طرح موضوعات اجتماعی دارم. از همین رو تصمیم گرفتم تا نظرات مرتبط با سازندگی و بهبود اوضاع شهرم رو تو این پیجی که زدم ارائه کنم، بدون اینکه بخوام کسی رو مقصر جلوه بدم و یا خدای نکرده به کسی توهین کنم. کارم هم بیشتر در قالب طنز ارائه میدم که یه جذابیتی رو برای مخاطب داشته باشه. ممنون از همتون که پای صحبتام نشستید.